همانطور که می‌دانید، هنر و موسیقی جایگاه برجسته و نقش مهم و مؤثری در جنبش‌های آزادی بخش و انقلاب‌ها داشته است. از قیام شکوهمند مردم خودمان ایران گرفته که در یک سال گذشته با آهنگی سریع و امید بخش به پیش تاخته است تا انقلابات و جنبش‌های آزادی بخش معاصر در جهان. خون را به سنگ فرش ببینید، این خون صبحگاه است گویی به سنگ فرش، کینگونه می تپد دل خورشید در قطره های آن. به طور مثال، چنان که شاهد هستیم، هیچ تظاهراتی نیست که در آن تظاهر کنندگان سرودها و ترانه‌ها و سرودهای میهنی را نخوانند و از آنها روحیه و امید نگیرند. به دلیل مشابهت آرمانهای جنبش‌های آزادی خواهانه، تأثیرات هنری آنها نیز مشابه یکدیگر هستند. آزادی خواهی، استقلال طلبی، مبارزه با دیکتاتوری برای برقراری دموکراسی، ابراز نفرت از ستمگران و حمایت از ستمکشان. در برنامه امروز برگی از تاریخ به طور مختصر مروری بر آثار و تأثیرات موسیقی و هنر در انقلابات می‌کنیم. نکته قابل ذکر مهم این است که سروده‌ها و ترانه‌ها فقط توسط هنرمندان جنبش‌ها به وجود نمی‌آیند، بلکه مردم عادی هم احساسات خودشان را به شکل ترانه ها و شعرها بیان می کنند. ترانه زیبای میرزا کوچکخان را مردم کوچه و بازار گیلان ساختند. از ترس دشمن دیدی نویزانه ترانه میرزا کوچکخان، چرا زودتر نایی تونتر نایی تنها بنایی گیلان ویرانه ترگم میرزا کوچیک خانه. در جنبش های دیگر هم سرودها و ترانه هایی توسط هواداران و پشتیبانان جنبش ساخته شده است. به عنوان مثال سرود ما پیروز می شویم، We Shall Overcome، یکی از سرودهای جنبش مدنی آمریکا و سرودی اعتراضی است. این سرود در گرد همایی هایی که علیه تبعیض نژادی و برای تساوی حقوق زن و مرد شکل می گرفت خوانده می شد. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. سرود مزمور را ابتدای یک کشیش آمریکایی برای کلیسا ساخت و بعد در سال 1947 از آهنگ آن برای تهیه سرود ما پیروز می شویم استفاده کردند. شعر و آهنگ به خوبی نشان از سادگی آن دارد. Believe.
در مقاومت مردم یونان علیه دیکتاتوری سرهنگ‌ها که از 1967 تا 1974 میلادی به طول انجامید، آثار متعدد و زیبایی توسط آهنگسازان و شعرای یونان، به ویژه آهنگساز و هنرمند مردمی و شهیر یونان میکیس تئودوراکیس خلق شد. یکی از سرودهای یونانی که بر مبنای آهنگ معروف زد ساخته شده، با صدای ماریا فاراندوری، خواننده مشهور یونان میباشد. یکی دیگر از ترانه‌های معروف که تئودوراکیس در افشای حکومت سرهنگ‌ها خلق نمود، ترانه پسرک خندان است. این ترانه بسیار انگیزاننده و زیبا در سوی نوجوانانی که در مبارزه با حکومت سرهنگ‌ها به شهادت رسیدند ساخته شد و ماریا فاراندوری آن را بسیار هنرمندانه اجرا کرد. We owe already a lot to the Iranian women. Let's join our voices with the voice of Mariam, to whom I am dedicating the first song, a well-known song by Mikis Theodorakis, The Laughing Boy. It's a song of Greek resistance.
جنبش آزادی خواهی و استقلال طلبی فلسطین نیز مملو و مشهون از ترانه ها و سرودهای بسیاری است که عامل انگیزاننده و مهمی در این جنبش می باشند. در بسیاری از این ترانه ها و سرودها آرمان ها و اهداف انقلابی نبرد به شکل انگیزاننده این منعکس کردیده است. سرزمین من، پیروزی انقلاب خواهد رسید. فلسطین، ای سرزمین جاودانه، به سوی تو باز می گردیم. ترانه احکالی از جمله ترانه‌های فیروز خواننده مشهور عرب است که به زیباترین نحو اجرا شده است. فیروز در دهه‌های اخیر کنسرت‌های متعددی در سطح بین‌المللی در پشتیبانی از مقاومت مردم فلسطین اجرا نموده است. احکیلی احکیلی عن بلدی احکیلی یا نسیم اللی ماری عن شجر مقابیلی عن أهلي حكاية عن بيتي حكاية عن جار الطفولة حكاية طويلة